به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به روی ماهتون، خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو مربوط میشه به پروژه آماده ی افتر افکت استوری موشن تبلیغاتی. یه پروژه آماده است که برای استفاده عمومی براتون آماده کردم و خیلی راحت میتونید با جایگزینی و تغییر متن‌ها به یک پروژه جدید واسه خودتون تبدیلش کنید و خروجی بگیرید. وقتی که فایل رو دانلود بکنید، یه پوشه فونت داخلش هست. اول قبل از اینکه پروژه رو باز کنید، حتما وارد این پوشه بشید و تمامی این فونت ها رو نصب کنید. به این شکل راست کلیک میکنید و اینستال رو بزنید که به مشکلی بر نخورید. برمیگردیم عقب و اینکه حالا میریم وارد خود پروژه میشیم، دابل کلیک کنید و پروژه رو باز کنید. من از قبل اینجا چندین کامپوزیشن رو واسهتون باز گذاشتم که بتونید خیلی راحت به این آیتم ها دسترسی داشته باشید. کامپوزیشن سین 2، ایمیج، تکست، نیم، دیسکانت، اینا. هر کدوم اینها یک راه میانبر هست برای دسترسی به این آیتم ها. به عنوان مثال این مین که خروجی کار از اینجا داره، این تمام افکت های صوتی و فایل نهایی از اینجا خروجی گرفته میشه. بخش بعدی، یعنی کامپوزیشن بعدی، مربوط میشه به بخشی که تمامی آیتم ها رو هم یک کاسه شده، یعنی یک مجموعه شده اینجا و افکت ها، نمیدونم حرکت دوربین ها، این همه از این قسمت در میاد. ما بقیه اینها بخش هایی هست که، یعنی راهی میانبری هست که به این بتونیم این آیتم ها رو ویرایش کنیم. مثلا قسمت ایمیج، کامپوزیشن ایمیج، اینجا میتونید تصویر دلخواه خودتون رو جایگزین این تصویر بکنید. به چه صورت؟ من میام و یه تصویر دیگه ای رو من از قبل اینجا گرفت آماده کردم، میکشم و وارد این قسمت میکنم. از روی کیبورد اگر S رو بزنید، پارامتر اسکیل براتون باز میشه، بازش میکنید و یه مقدار بزرگترش میکنید. به این شکل از کار نزنه بیرون. فقط این هم که خاموشش میکنم. حالا ببینیم چجوری شد. به همین راحتی، دیدید؟ خیلی راحت و جالب. حالا این که شد کامپوزیشن ایمیج. این قسمت هم که این مال این فیدی که این پایین هست، مقدار سیاهی که میبینید، اینو میتونید از این قسمت شیپ داره بکشید بالا هر چقدر که مثلا برای تصویرتون مناسب هست و تنظیم کنید. یه بخش دیگه هم داره اینجا روی این قسمت لایه اجاستمنت. اگه کلیک کنید تو قسمت افکت کنترل، از این قسمت دو تا افکت هست، لایت سویپ 1 و لایت سویپ 2. از اینجا میتونید این نور این ریم لایت رو هم تنظیم کنید. اینجا شما توی صحنه اول که ببینید، یه مقدار زوم کنم، میبینید این ریم لایتی وجود داره. شما میتونید تو همین ایمیج 1 این دوتا نور رو هم تنظیم کنید. مثلا زاویهش رو تغییر بدید. به عنوان مثال ببینید اینجا مثلا از این سمت بیاد، یا هر دوتا شما باید تنظیم کنید، یکیش مال این سمته یکیش مال اون سمته، باید هر دوتا رو تنظیم کنید. شما از این قسمت ایمیج هم میتونید نور ریم لایت رو تنظیم کنید، همین که این فیدی که این پایین هست رو تنظیمش کنید. قسمت بعدی، کامپوزیشن بعدی، مربوط میشه به تکس اول کار، یعنی صحنه اولی که دیدید تو استوری موشن. این قسمت، این متنی که میبینید رو میتونید از این کامپوزیشن ویرایشش کنید. به همین راحتی روش دوباره کلیک میکنید و خیلی راحت میتونید ویرایشش بکنید. وقتی که اینجا ویرایش بزنید، هم تو صحنه اول ویرایش میشه، هم تو صحنه دوم این قسمت نوشت آموزش اینجا هم ویرایش میشه به صورت اتومات. قسمت بعدی مربوط میشه به نام. میتونید از این قسمت نام رو تغییر بدید. قسمت بعدی که مربوط میشه به درصد تخفیف، همه اینا تکسن، یه چیز خاصی نداره. قسمت بعدی هم که مربوط میشه به قیمت ها، این دوتا، و قسمت آخر هم که مربوط میشه به متن آخری که مثلا پیام بده یا
هر چیزی که مد نظر شماست. اینم از این. تمامی اینها خیلی راحت میتونید ویرایش بکنید و حالشو ببرید. پس چی شد؟ پس اینها شدن راه میانبر واسه این که بتونید به این آیتم های اصلی از این قسمت دسترسی داشته باشید. فقط همینه. من برای راحتی کار شما این کار انجام دادم. و الا میتونید تو همین سینه دو همه این آیتم ها رو از همین جا هم پیدا کنید. این کامپوزیشنال پرایس، سی تی ای، تکس، اینها همینجا هستن. یه سری از لایه ها مخفی هن که میتونید از این آیکونه استفاده کنید و با بقیه رو هم ظاهر کنید. برای شلوغ، برای یکم خلوت بشه اینها رو گرفتم مخفی کردم. این هم از این. به همین راحتی واسه این که بخواین یه مقدار رنگش رو هم تغییر بدید که خب میتونید به خودمون قسمتاش دسترسی داشته باشید دیگه. از قسمت همین سین به عنوان مثال ببینید، مثلا این رو میتونید از همینجا شیپ تغییرش بدید، رنگش رو از این قسمت تغییر بدید. اگه خواستید تم کلی کار رو تغییر بدید میتونید بیان تو قسمت مین، همین اجاستمنتی که اینجا هست، یه لایه اجاستمنت هست اینجا، قسمت افکت ها برید و بهش یه سرچ رو روی باکس سرچش کلیک کنید و لومتری رو سرچ کنید، لومتری کالر. آره، از قسمت کالر کالکشن لومتری کالر رو روش اعمال کنید. روش اعمال که کنید رنگش رو میتونید از این قسمت کالر ویلز تغییر بدید. شادو هایلایت میتون ها رو میتونید تغییر بدید از این قسمت، با عنوان مثال این شکلی. میبینید خیلی رنگی با حال تری میگیره. میتونید تم کار رو تغییر بدید، حالا بسته به سلیقه خودتون. خواست اگه دلتون خواست تغییرش بدید تم کلی رو، این شکلی میشه تغییر داد. امیدوارم که از این پروژه آماده لذت ببرید و به کارتون بیاد.